درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. این آخوندا خانه های مردم سرزمینمون رو ویران میکنن، مادران دادخواه رو به بند میکشن، کارگر و معلم رو حبس میکنن، کودکان و کولبران و سوختبران رو گلوله باران میکنن، زنان سرزمینمون رو تشویق به تن فروشی میکنن، آن وقت برای مظلومیت یکی دیگه دسته عزاداری راه میندازن و ناله میکنن. محرم حسین ملعبه ایست برای ادامه راه آخوندا. در سیرک آخوندا شرکت نکن هموطن. چهار تا ملاکه اومدن به حسین گفتن ما ازت حمایت کنیم، گفت نه 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 برین برین، اینا باید سر منو ببرن. یه خود عقل میخواد آدم فکر بکنه. اگه تو جنگ نداری چرا از اون بر دنیا اومدی اینجا به جنگ؟ اگه جنگ داری خب این همه لشکر اومد. مصلحت نبوده، مصلحت نبوده. اما حسین به دستور الله باید کشته میشد. خیلی خوب باشه، اونم قبول دیگه. تو چرا خودتو جر میدی؟ دستور الله اجرا کرده، کشته شده، شهید شده، رفته تو بهش، واسش خانوم آوردن. 1400 سال درش بر خانومه. تو واسه چی گریه میکنی؟ تو چته؟ تو چی میخوای؟ من نمیخوام فکر کنم. روایت تکان دهنده از جنایات مسلمانان در ایران رو از زبان عبدالرضا درایتی بشنوید که میگه حضور فعال حسن و حسین در حمله به ایران و کشدار هموطنانمون غیر قابل انکاره. آقا اگه اسلام و پیغمبر تو ایران ما نخواستیم، چه اسلامی است که به زور یا گردن بزنن یا چشم کور کنن یا تهدید کنن؟ حالا ان شاءالله میرسیم. گروهی رو ردیف کرد، بعد از منابع داره یک فرسخ آدم چند نفر میشه، حالا بهشون گفت یا مسلمان میشوید یا دست و پاتون رو قطع میکنن. سبحان الله. ابوبکر نه، عمر پسر خطاب. لذا این یک فرسخ آدم ها رو ردیف کرد، گفت یا مسلمان میشید یا دست و پاتون رو قطع میکنم. گفتن آقا این چه در اسلام ما اصلا زیر بار زور نمیدیم. روایت دارد اونقدر دست و پا قطع کرد که یک کوهی از دست و پا شد. زمانی که یورش اعراب به ایران شروع شد، میدانیم که در سراسر ایران، در سراسر مکانها و نواحی که تازیان هجوم بردن و تازیدن، در این نواحی کشتار بی نهایت فراوانی میکردن. ایرانیان به خصوص در دیلمستان و در نواحی گیلان و مازندران مقاومت بسیار چشمگیری کردن. در نخست جنگ ها ادامه داشت مدت های مدیدی تا ماوراء النهر و خراسان. در کجور در نزدیکی ها نور مازندران قبر مسلم باهلی هستش. این کسی است که یکی از سرداران عرب هستش، در اونجا کشتارهای زیادی کرد. دوستانی که علاقمند هستن به تاریخ اجتماعی ایران و یا حتی به آثار دیگه می توانم مراجعه بکنم، یا به دکتر مشکور و کتاب تاریخ و پس اسلام، خواهند دید که این حتی می دانیم که حسن و حسین در زمان زندگانی و حیات علی ابن ابی طالب امیرالمومنین شیعیان، اینها همراه این مسلم باهلی به مازندران گیلان حمله کردند و در اونجا ایرانیان را کشتار کردند. ولی من فکر میکنم سوال شما بر این قضیه بود که آیا امام حسن به امام حسین در میان لشکریان عرب بود یا نه و در شمال ایران کشتار کردن یا نه. بهترین کسی که من میتونم بهش استناد بکنم استاد مشهور هستش که استاد فرق اسلامی بود ایشون، و کتاب فرق اسلامیش و فرق شیعیش و اسلامیش مشهور هستش. کتاب های آثار متعددی رو از عربی به فارسی هم ترجمه کرده. ایشون در کتاب تاریخ اسلامش، تاریخ ایران پس از اسلامش، مستند شرکت امام حسن به امام حسین رو در مازندران و کشتار مازندران گیلان مستند آورده. اتفاقا ما هم امروز بنده نیم ساعت پیش کلیپ رو از یکی از کارشناسای شبکه وهابی گرفتم که تصریح میکرد طبق آیات قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسلام تنها وظیفه داشته که تنها وظیفه پیغمبر ابلاغ بوده و او هیچ اجازه ای نداشته و هیچ حقی نداشته که مردم رو وادار کنه به اسلام آوردن. وظیفه پیغمبر این فقط ابلاغ بوده و او غیر از این حقی نداشته و این رو اتفاقا جزء کرامت های
انسان میدانست و خداوند انسان رو اکرام کرده و این حق رو به او داده که هر راهی رو که بخواد انتخاب کنه، حتی پیغمبر نمیتونه مجبور کنه کسی رو که اسلام بیاره. اما خب متاسفانه در جنگ به حال ایران و اعراب و مسلمان هایی که اون روز خودشون رو مسلمان میدونستن کاملا قضیه برعکس هست. در یک جنگ که در زمان خلیفه اول اتفاق میفته 100,000 نفر کشته میشه، 100,000 نفر. یا در یک جنگ باز در همین زمان خلیفه اول هست که خالد بن ولید 70,000 نفر رو سر میبره، 70,000 نفر، یعنی کم اتفاق نیست. یا در جنگ دیگه در زمان خلیفه دوم باز هم 100,000 نفر، 30,000 نفر. یا در جنگ زمان خلیفه اول زمان خالد بن ولید هست که 1,000 چشم رو اینها کور میکنن که ما مدارکیم رو قبلا خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم. اینها گفتن اگر مسلمان نشوید تمام مردم شما رو خواهیم کشت. و حالا من بتونم مطالب رو هم در این باره نشون میدم خدمت بینندگان عزیز که گاهی اینها در یک جنگ تمام مردم شهر رو هم کشتن که در تاریخ طبری آمده. تاریخ طبری که ما قبلا این رو خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم، چاپ دارالمعارف مصر با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد شماره 4 که مشخصاتش رو کاملا بینندگان عزیز میبینن در صفحه شماره 269 در سال 30 هجری قمری سال خلافت عثمان هست دیگه که در طبرستان میاد میگه طبرست جرجان یا همون گرگان و هی مدینتون علی ساحل البحر. گرگان شهری است در ساحل دریا و هی فی تخوم جرجان. فقاتله اهلها حتی صلا صلات الخوف فقال له حذیفه کیف صلا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبره. تا این قضایا که در صفحه بعد میاد که داستان ها چی بوده و چی شد، چه جنگ های اتفاق افتاد، که در اینجا میگه فقتلهم جمیعا الا رجلا واحدا. بله اینجا و حاصرهم، مسلمان ها اونها رو محاصره کردن. فسألوا الامان، امان خواستن، اون مشرکین از مسلمان ها امان خواستن که ای مسلمان ها ما رو نکشید. فعطاهم الا یقتل منهم رجلا واحدا، مسلمان ها تعهد کردن امان دادن که حتی یک نفر از مردم گرگان رو نمیکشن. ففتحوا الحصن، مشرکین گرگان در قلعه رو باز کردن. مسلمان ها چی کار کردن؟ فقتلهم جمیعا الا رجلا واحدا، همه مردم رو کشتن فقط یک شخص رو گذاشتن. گفتم ما گفته بودیم یک نفر رو نمیکشیم، ما گفته بودیم یک نفر رو نمیکشیم. ببینید چقدر اینها، این سنت پیغمبر بوده، این روش پیغمبر بوده، اینها جنگ هایی است که در زمان این خلفا اتفاق افتاده. مردم گرگان الان شاهد باشن که اجداد اونها توسط کسانی که خودشون رو پیرو پیغمبر و خلیفه پیغمبر میدونستن به چه صورتی کشته شدن و با چه وضعیتی کشته شدن. این مطلبی که بنده گفتم که خالد بن ولید 70,000 نفر رو در یک روز سر برید در کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 313 آمده که آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه میگفت این بهترین کتاب ماست و بهترین کتاب تاریخی هست. که در یک جنگ آقای خالد بن ولید گفت که اللهم ان لك علی ان منحتنا اکتفاهم الا استبغي منهم احدا قدرنا علیه حتى اجرى نهرهم بدمائهم. خدایا اگر من دست به اینها دست یافتم برگردن من باشه این که از خون اونها جوی رو را بیاندازم و جوی رو پر از خون کنم. این قسم رو خورد. وقتی دسترسی پیدا کرد به اونها دستور داد که الاسر مردم رو فقط اسیر بگیرید، لا تقتلو، کسی رو نکشید مگر اینکه امتناع کنه. انقدر از مردم کشتن تا اینکه خون جاری شد. البته خب وقتی خون رو انسان رو معمولا سر ببرن خون فوری صفر میشه و یه جای رو میگیره. شخصی به نام قنقا آمد و گفت که اگر همه مردم رو هم بکشی خون جاری نمیشه و این امکان پذیر نیست. تا اینکه دستور دادن آب رو از بالای جوب داخل نهر کردن، از بالا داخل نهر کردن، این آب با خون قاطی شد و جریان پیدا کرد و قسمی که خالد ابن ولید خورده بود قبول شد و به حال به اون قسم خودش عمل کرد. 70,000 نفر رو فقط و فقط 70,000 نفر رو کشتن فقط به خاطر یک قسم آقای خالد بن ولید. ولی اینم باز در همین کتاب، در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 242 آمده و کتاب‌های دیگه که به هر حال اسلام این دینه. اگر این اسلام هست ما اصلا علاقه‌ای به این اسلام نداریم.
بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.